سلام علیکم، خوبین؟ چه خبر؟ بیاین با من همراه شین. دیدین دیگه، رفتیم مزرعه کاهو، بعد رفتیم کاهو قرمز چیدیم، بعد چقدر زیبایی و تازگی. درسته که من از این خیار نمیخوام استفاده بکنم توی این سالاد، اما هر کسی که از کنار این نعمتهای بی نظیر رد بشه حتما و حتما یکمی وسوسه میشه که یکی دوتایشو حتما تجربه بکنه. اما امروز میخوایم چه کار بکنیم؟ فصل اناره، پاییز اوایل آذر ماهه، ماه تولد منم که اساسا دیگه هیچ جور عجیب و غریبیه. دونه انار داریم، کاهو رو تازه چیدیم، تازه تازه است. بعد از کمی مغز تخمه آفتابگردون استفاده کردم، بیبی اسفناج داریم. دیدی چقدر زیبا بود، چقدر خوشگل بود؟ نشسته بودن اینا رو میچیدن به همراه پنیر، یه کمی هم سس انار، مگس لازم نداریم و ترکیب فلفل تازه با نمک دریایی که میتونه خیلی ویژه بشه. اما چجوری سس انار درست بکنیم؟ آب انار رو میگیریم و به آرامی روی حرارت میگذاریم تا غلظت بگیره. همین. خیلی هم تعجب نکنین، یه قابلمه 10 لیتری داشته باشین، شاید کمتر از 1 کیلو، شاید بازم کمتر بتونید روبه انار بگیرید. خیلی ها میگن که ما میخواستیم روبه انار بگیریم، آب اناره جوشید رفت. آره، اواخر کار کم کم غلظت میگیره. اما چه کار بکنیم؟ وقتی که توی مزرعه بی نظیر کاهو هستیم دیگه لازم نیستش که خیلی اون رو خردش بکنیم، همش تازه است. میبینین؟ این قسمت های مغز رو جاتون خالی، همینطوری میچینم اینجا، هیچ کار دیگه ای لازم نیست انجام بدیم. سس انارم اگر من تو طبیعتم، اگر که توی خونه بودم حتما یه کاسه بزرگ میذاشتم و حسابی اینا رو داخل سس انار مخلوطشون میکردم. تازگی داره ها، محشره. ببینید اینها رو، برگهای بزرگ و کف میچینم، کوچیکترها رو بالا. یه نکته رو توجه کنید، در کناره قوانین سلامتی، قوانین زیبایی و قوانین خوشمزگی هم مهمه. پس آخه این قسمت ها رو دیدین؟ سر این قسمت ها معمولا تو خونه دعوا میشه. اسفناج رو شستیم، شروع میکنم اسفناج رو به این شکل چیدن. اسفناج هم که میدونید که سرشار از سلامتی و آهنه، میگن اسفناج با ماست نخورین. نظر شما چیه؟ بعضی ها میگن اسفناج با ماست بخورین. خلاصه حسابی سوال در مورد این زیاد داریم. اما بهترین حالتش اینه که اسفناج رو یا بخارپزش بکنیم یا به همین شکل تازه ازش استفاده بکنیم. به نظرم همینقدر کافیه، بیشتر از این اسفناج رو نچینیم. یز این قسمته گل کاهو رو برای قسمت انتهایی کار میخوام. چقدر زیبایی تو آخه، چقدر خوشگله، میبینین؟ محشره. من پنیرا رو باز بکنم، آماده بکنم، شما برین یه دور این اطراف بزنین بیاین. خیلی خب رفتون گشتین؟ خوب بود؟ خوش گذشت؟ توی این سیفیجات و اینا اصلا حال آدم خوب میشه. منم توی این فاصله پنیرها رو آماده کردم و چیدم. یه سالادی دارم درست میکنم دو نفره، یه سالاد خیلی ویژه و عالی. کاهو و بیبی اسفناج آماده شد و اینجا میخوام که از مغز تخمه آفتابگردون استفاده بکنم. ترکیبش میتونه خیلی موقع سوال میکنن که این ترکیب سالاد برای آیا یک وعده کامله،
یا اینکه یه میان وعده حساب میشه یا پیش غذاست. بستگی به نوع غذا داره. اگر فقط یه خوراک میگو داریم میتونه این کنار میگو باشه، ولی این برای شب میتونه یه وعده غذایی کامل باشه. بعد از اون میام از دونه های انار استفاده میکنم که گفتم که الان فصلشه، میتونیم حسابی و با دست و دلبازی ازش استفاده بکنیم. یه کمی از دونه های انار رو نگه میدارم به شما میگم و بعد میام میرم سراغ این که سس انار رو بهش اضافه بکنم. اینجا قوانینه، خوشمزگی و زیبایی داره با هم مخلوط میشه. ببین طعم رو ببینید شما چه حسی میده. حسابی کاهوها رو مخلوط میکنم، یه تیکر نگه میدم، قسمت گل کاهو رو حسابی داخلش رو سس میریزم. به به. بعد یه چیزی هم من بگم، من خودم وقتی که برای خودم سالاد درست میکنم حتما سالاد رو قطع کاهو رو سایزی میگیرم که با دست بخورم. اصلا حال عجیبی داره با دست سالاد خوردن، یه حس دیگه ای داره، منتها به شرط اینکه سسش خیلی زیاد نباشه. خب بریم سراغ دونه های انار. مجددا دونه های انار، این هم از دونه های انار. و بعد حالا پنیرها رو گوشه های سالاد میچینم. دیگه چیزی لازم نداره. یه وعده غذایی کامله. از کاهو و بیبی اسفناج استفاده کردیم، پنیر بهش اضافه شده، مغز دانه‌های روغنی مثل تخم کدو اینا خیلی خوبه، از کنجد خام میتونیم استفاده بکنیم که باز هم زیباترش میکنه، هم اگر که کمی طبع سرد داشته باشه هم کمی طبع سردش رو هم میگیره روی پنیر مخصوصا. از گردو و کنجد میشه استفاده کرد که خیلی زیبا میشه. یک کمی بهش، خیلی کم نمک اضافه میکنم چون پنیرم خود شوره خیلی زیاد نیاز نداره. و بعد هم فلفل. خب این هم سهم منو تیم بی نظیرم که همیشه همراه منه با مهربونی و منو تحمل میکنن و حسابی زحمت میکشن توی طبیعت. این سالاد رو هدیه میکنیم به شما، خیلی دوستتون داریم. توی آذر ماه دومین جشنواره بزرگ آپاراته، حتما من لینکش رو براتون میذارم، حتما اون رو دانلود بکنید و اگر دوست داشتین به ما رأی بدید. قراره که تیم بی نظیر یه اتفاق بی نظیر رو رقم بزنه و با همدیگه شادی بکنیم. این رو هدیه میکنم به شما، خیلی دوستتون دارم و ارادتمند. کرفس تازه از تولید به من زبطه 3